سلام بر شما خوش اومدید به این بخش خبری با من فریبا شیرازی همراه باشید با خبرهای امروز علی سعیدی نماینده ولی فقیه در سپاه با تایید دخالت نیروی نظامی قدس در جنگ سوریه و درگیری های فلسطین از اقدامات این نیرو تعریف و تمجید کرده است آقای سعیدی در گفتگو با خبرگزاری نسیم گفته نیروی قدس در مقاومت فلسطین و غزه تاثیرگذار بوده و در سوریه توانسته است معادله را تغییر دهد و نقشه های جبهه استکبار را خنسا سازد نیروی قدس سپاه از آغاز جنگ داخلی در سوریه نقش فعالی در ارسال تجهیزات و نیروی نظامی در جنگ با مخالفین مسلح بشار اسد ایفا کرده است فرماندهان این نیرو سال گذشته به سراحت اعلام کرده بودند در درگیری های سوریه حضوری فعال دارند اما بعد از مدتی مجبور به تکذیب گفته خود شدند این نیرو در فلسطین و لبنان نیز حضور فعالی دارد علی خامنه ای رهبر نظام بارها بر حمایت های نظامی و مالی جمهوری اسلامی از گروه های نظامی فعال در این کشورها دفاع کرده است هیئت رئیسه مجلس سوال 47 نماینده از محمد جواد ظریف درباره دیدار هیئت پارلمانی با گروهی از فعالان حقوق بشر را اعلام وصول کرد. به گزارش خبرگزاری تصنیم در این طرح نمایندگان پرسیدند آیا این قبیل دیدارها یکی دیگر از مفاد نانوشته توافقنامه ژنو است؟ در این طرح همچنین از ظریف خواسته شده درباره صدور مجوز دیدار غیر دیپلماتیک کاترین اشتون با گروهی از فعالان حقوق بشر در تهران توضیح دهد در همین حال گروهی از دانشجویان بسیجی نیز با تجمع مقابل سفارت اتریش در تهران نسبت به تکرار این دیدارها به مقام دولتی هشدار دادند محافظه‌کاران تندرو میگویند این دیدار با هماهنگی دولت صورت گرفته اما وزارت امور خارجه میگوید از انجام این دیدار بی اطلاع بوده است روز گذشته نیز مجلس وزیر اطلاعات را به منظور پاسخگویی در این خصوص به مجلس احضار کرد در ادامه جنجال پیرامون تنش در یک نشست غیرعلنی یکی از کمیسیون های مجلس که منجر به درگیری مهدی کوچکزاده نماینده تندروی مجلس با وزیر اطلاعات شد پنج نماینده محافظه کار مجلس از محمود علوی وزیر اطلاعات خواستند هویت فردی که در جلسه 20 اسفند وزیر اطلاعات با نمایندگان حضور داشت را اعلام کند. آنها همچنین از وزیر اطلاعات سؤال کردند که چه کسی متن پیاده شده جلسه مذکور را به شکل تحریف شده در اختیار رسانه ها قرار داده است. روز سهشنبه 20 بیستو، اسفند ماه ها خبر دادند حضور جوانی همراه وزیر اطلاعات در نشست با نمایندگان منجر به بروز دعوای مهدی کوچکزاده با وزیر اطلاعات شد مهدی کوچکزاده در واکنش به خودداری وزیر اطلاعات در معرفی این جوان و مخالفت با خروج وی از جلسه حملات تندی متوجه علوی کرد که جلسه را به تشنج کشاند اما حسن روحانی رئیس جمهوری ایران که به امان سفر کرده است با سلطان قابوس بن سعید و شماری دیگر از مسئولان این کشور دیدار و گفتگو کرد. همچنین در جریان سفر آقای روحانی به مسقط قرارداد صادرات نفت ایران به عمان امضا شد. حسن روحانی در سفری دو روزه به عمان با پادشاه این کشور دیدار کرد. دیدار حسن روحانی با سلطان قابوس بن سعید پشت درهای بسته و به صورت محرمانه برگزار شد. روحانی همچنین در عمان با مفتی این کشور نیز دیدار و گفتگو کرد. حسن روحانی را در این سفر محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه، ویژن نامدار زنگنه وزیر نفت، عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی، علی ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی مسعود سلطانی فر رئیس سازمان میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری و معصومه ابتکار رئیس سازمان حفاظت محیط زیست همراهی می کنند. رئیس جمهوری ایران در ادامه دیدارهایش با فهد بن محمود معاون نخست وزیر عمان گفتگو کرد. او با بیان اینکه روابط تاریخی ایران و عمان همواره حسنه و روبه رشد بوده است گفت روابط میان دو کشور تداوم ارتباطات خوب گذشته است. وی در ادامه به مشکلات و موضوعات منطقه اشاره و اختلافات درگیری ها و خونریزی هایی که در برخی از کشورهای منطقه وجود دارد را نشان دهنده وضعیت نابسامان منطقه دانست و گفت ما به عنوان کشورهای اسلامی وظیفه داریم در برقراری صلح و ثبات در منطقه تلاش کنیم و ما همواره بر این مسئله تاکید داشته ایم که ثبات و آرامش منطقه به دست کشورهای منطقه ایجاد خواهد شد. گو داشته باشیم تا روابط دو جانبه را هرچه بیشتر گسترش دهیم. در همین راستا و در جریان سفر حسن روحانی به مسقط قرارداد صادرات نفت ایران به عمان امضا شد. به گزارش خبرگزاری ایرنا بیژن نامدار زنگن وزیر نفت در حاشیه امضای این قرارداد در جمع خبرنگاران گفت با امضای این قرارداد ایران وارد بازار خرده فروشی گاز شد. آقای زنگن افسود بعد از گذشت زمانی بسیار طولانی و پس از ملاقات های زیادی که با وزیر نفت و گاز عمان داشتیم نهایتا در جلسه شهری بر ماه سال جاری در جریان سفر سلطان قابوس به تهران قرار نهایی را گذاشتیم و امروز پس از هفت ماه بالاخره قرارداد صادرات گاز ایران به عمان منعقد شد وی حجم این قرارداد را ده میلیارد متر مکعب در سال عنوان کرد و گفت ما برای اولین بار وارد بازار خرده فروشی عمان می شویم و برعکس قراردادهای دیگر در قیمت با آقایان تفاهم نکرده ایم و مقرر شد که وارد بازار خورده فروشی شویم وزیر نفت ایران افزود بر اساس قرارداد صادرات گاز ایران به عمان شرکت مشترکی با سهام مساوی ایرانی عمانی ثبت می شود و این شرکت کار بازاریابی و عملیات راهبری و تعمیر و نگهداری خط لوله را بر عهده می آقای زنگنه ادامه داد این گاز هم می تواند در عمان عرضه شود هم با بازاریابی شرکت های مشترک ایرانی عمانی به کشورهای همسایه صادر شود. او درباره زمانبندی این قرارداد هم گفت انتظار می رود در مدت کمتر از سه سال این پروژه عملیاتی شود. این قرارداد مراحل مختلفی دارد که در این موافقت نام توسط شرکت ملی صادرات گاز و وزارت نفت امضا شده است. سفر روحانی به عمان در سایه ادامه تنشا میان ایران و برخی کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس صورت میگیرد. بیشترین حجم از این تنش ها به بحران سوریه باز می گردد. در حالی که جمهوری اسلامی ایران از نظام بشار اسد در سوریه حمایت می کند، بیشتر کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس از مخالفان او پشتیبانی می کند. روحانی از زمان انتخابش به عنوان رئیس جمهور نسبت به بهبود روابط ایران با کشورهای عربی خلیج فارس به ویژه عربستان سعودی ابراز تمایل کرد. این سخنان نقشی را که عمان میتواند ایفا کند برجستهتر کرد. عمان همچنین در سال گذشته نقش میانجی و روابط را میان ایران و ایالات متحده آمریکا از جمله در پرونده اتمی تهران ایفا کرده است. خبرگزاری رویترز گزارش داد نزدیک به 100 موشک از داخل غزه به جنوب اسرائیل پرتاب شده است. به گزارش رایترز گروه جهاد اسلامی اعلام کرده است که این موشک ها را به تلافی کشته شدن ستن از رهبرانش در حمله هوایی اسرائیل به غزه پرتاب کرده است. العربیه نیز گزارش داده که سامانه گنبد آهنین سه موشک شلیک شده از نوار غزه را رصد و سرنگون کرده است. در واکنش به این حملات وزیر خارجه اسرائیل خواستار اشغال غزه شد. دفتر نخست وزیر اسرائیل هم در بیانیه ای تصریح کرد با هر که بخواهد به این کشور آسیب برساند به شدت برخورد خواهد شد. شبکه المنار هم از نشست ویژه نظامیان اسرائیل پس از این حمله خبر داده است. خیابانهای مرکزی شهر آنکارا پایتخت ترکیه روز گذشته برای دومین روز متوالی صحنه درگیری های معترضان و نیروهای پلیس بود و بر اساس گزارش ها این تظاهرات و درگیری ها همچنان ادامه دارد. به گزارش خبرگزاری ها روز گذشته و در دومین روز از مرگ برکین آلوان نوجوان 15 ساله که تابستان سال جاری در تظاهرات ضد دولتی مورد اصابت گلوله پلاستیکی قرار گرفت و به کما رفته بود هزاران تن از معترضان در آنکارا دست به تظاهرات زدند بر اساس این گزارش پلیس و نیروهای امنیتی آنکارا برای متفرق کردن معترضان از گاز اشکاور و خودروهای آپاش استفاده کرد در این درگیری ها حداقل دو نفر زخمی و دیویس نفر از معترضان دستگیر شدند. رئیس آژانس امور پناهندگان سازمان ملل متحد میگوید که این نهاد بین المللی نگران است تنش میان روسیه و غرب بر سر اوکراین موجب عمیقتر شدن شکاف ها میان طرفین در شورای امنیت بر سر سوریه شود. به گزارش رویترز آنتونیو گوترز همچنین گفته این سازمان باید برای کمک به پناهجویان احتمالی بحران کریمه آماده باشد اما این امر نباید توجه جامعه بین الملل را از وضعیت سوریه منحرف کند چرا که عدم توجه جامعه جهانی به بحران سوریه یک فاجعه تمام ایار خواهد بود درگیری ها در سوریه در هفته جاری به چهارمین سال خود نزدیک می شود از سازمان ملل هشدار داده است که سوریه قرار است به زودی از نظر تعداد پناهندگان به خارج از کشور از افغانستان پیشی بگیرد. رئیس آژانس امور پناهندگان سازمان ملل تعداد واقعی پناهندگان سوری را بیش از سه میلیون نفر تخمین زده است. رئیس جمهور ایالات متحده وضعیت ملی اضطراری در قبال ایران را یک سال دیگر تمدید کرد. قانون وضعیت اضطراری در قبال ایران در ماه مارس 95 وضع شد و طبق مفاد آن بعد از یک سال منقضی می شود مگر اینکه 90 روز پیش از تاریخ انقضای یک ساله رئیس جمهوری آمریکا در نامه ای به کنگره از تمدید آن خبر دهد باراک اوباما با تاکید بر حل نشدن بحران میان ایران و آمریکا در نامه‌ای به کنگره این کشور فرمان وضعیت ملی اضطراری در قبال ایران را یک سال دیگر تمدید کرد. رئیس جمهور آمریکا در پیامی که از سوی کاخ سفید منتشر شده اعلام کرد که اگر چه پنج بلاوه یک و ایران از طریق مذاکرات هسته‌ای به توافق موقتی دست یافتند، برخی اقدام و سیاست های دولت ایران در تضاد با منافع آمریکا در منطقه است و این رویکردها را تهدیدی غیرعادی علیه امنیت ملی، سیاست خارجی و اقتصاد آمریکا دانست. باراک اوباما در ادامه آورد که بر همین اساس فرمان وضعیت ملی اضطراری در قبال ایران برای یک سال دیگر تمدید می شود. باراک اوباما در حالی درخواست تمدید این فرمان را صادر کرده است که آبان ماه سال جاری نیز فرمان وضعیت اضطراری دیگری را در قبال ایران تمدید کرد. فرمانی که نخواستیم بار سال 1979 علیه ایران صادر شد. رغم این تمدیدها و اگر چه باراک اوباما که اسفند ماه در پیام خود بر حل نشدن بحران میان ایران و آمریکا تاکید کرده در عین حال خاطر نشان کرده است که توافق هسته ای سوم آذر ماه میان ایران و پنج به یک نخستین توافق میان طرفین در ده سال گذشته است به موجب توافق شش ماهه هسته ای ایران متحد به توقف بخشی از فعالیت های هسته ای خود شد و قرب نیز در مقابل قبول کرده است که از شدت برخی تحریم ها علیه ایران بکاهد در همین راستا رئیس جمهور آمریکا به کنگره بارها نسبت به تصویب تحریم های تازه علیه ایران هشدار داده و تاکید کرده است که تحریم های بیشتر علیه ایران به روند مذاکرات لطمه وارد می کند. قانون اختیارات اقتصادی اضطراری بین المللی در سال 1977 به تصویب کنگره و امضای رئیس جمهوری وقت آمریکا رسید و بر اساس آن به رئیس جمهوری آمریکا اجازه داده شده تا با اعلام وضعیت اضطراری ملی در واکنش به تهدید غیرمتعارف و فوقالعاده نسبت به امنیت ایالات متحده از سوی منابع خارجی روابط تجاری آمریکا با آن منبع را تنظیم کند فرمان وضعیت اضطراری ملی در ارتباط با ایران در دوره ریاست جمهوری بیل کلینتون صادر شد منبع تهدید مورد اشاره در این قانون میتواند کلا در خارج از خاک ایالات متحده واقع یا بخشی از آن داخلی و بخشی دیگر خارجی واقع شده باشد. مادر ستار بهشتی در گفتگوی با وبسایت روز درباره دیدار خود با خانم اشتون گفته است دیدار در فضای عاطفی و دوستانه انجام شد خانم اشتان بسیار دوستانه و محترمانه با من برخورد کرد و گفت که با مسئولین صحبت خواهد کرد خانم عشقی در این گفتگو بار دیگر تاکید کرده است که ستار زیر شکنجه کشته شده و ما و وکیل ما این قتل را قتل عمد می دانیم. خانم عشقی تاکید کرده است برای همه مسئولان نظام نامه نوشتیم و درخواست رسیدگی به پرونده قتل ستار را کردیم اما کسی به درخواست ما پاسخ نداد حالا چرا اینقدر از دیدار ما با خانم اشتون عصبانی هستند نه تنها هیچ کدام از مسئولین برای دلجویی نیامدند بلکه ما را تهدید هم کردند و آخر هم قتل شبه ام زدند و پیگیری های ما به نتیجه ای نرسید کاترین مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در سفر به ایران با نرگس محمدی نایب رئیس کانون مدافعان حقوق بشر و گوهر عشقی مادر ستار بهشتی دیدار کرد دیداری که جنجال های بسیاری را در فضای سیاسی و رسانه‌ای کشور در پی داشت محمد خاتمی رئیس جمهور پیشین ایران میگوید باید مرتب به رئیس جمهوری یادآوری کرد که تعهدی که به مردم داده است را فراموش نکند و به آنها عمل کند اما به مردم هم باید بگوییم که انتظار نداشته باشند همه مشکلات یک شبه حل شود آقای خاتمی در بخش دیگری از سخنان خود به آزادی رسانه ها اشاره کرده و گفته کار اصلی یک مطبوعه آزاد نقد است و در دوران دولت اصلاحات با وجود اینکه گاهی نقد ها درست نبود هیچ گونه فشاری از ناحیه ما انجام نمیشد. البته نمی که هیچ برخوردی صورت نگرفت ولی این روی کرده دولت نبود. عباس عراقچی معاون وزیر امور خارجه و عضو ارشد گروه مذاکره کننده هسته ای ایران که به مسکو سفر کرده است با سرگی ریابکوف معاون وزیر خارجه روسیه دیدار کرد محور مذاکرات این جلسه که به گفته آقای عراقچی پنج ساعت به طول انجامیده رایزنی در خصوص مذاکرات هفته آینده ایران و گروه پنج به علاوه یک در ویان بوده است آقای عراقچی گفته است با توجه به اینکه بحث های حسی به تدریج جدی تر می شود به رایزنی های نیاز دارد خبرگزاری ایرنا با مخابره این خبر موضوع این نشست را بحث درباره غنیسازی، ابعاد و اندازه آن رفع نگرانی برخی طرف ها درباره فعالیت راکتور آب سنگین عراق و همکاری ها در کاربردهای صلح‌آمیز آمیز اعلام کرده است قرار است دور بعدی مذاکرات هسته یک گروه ای پنج با علاوه یک با ایران 26 اسفند ماه در وین آغاز شود. خبرگزاری مهر گزارش داد محمد جواد ظریف احمد داوود اغلو و المار محمد یاروف وزیران امور خارجه ایران، ترکیه و آذربایجان روز 23 اسفند ماه سومین نشست سهجانبه را در شهر وان ترکیه برگزار می کنند. در این نشست سه کشور درباره گسترش زمینه‌های همکاری و بهبود روابط منطقه‌ای گفتگو خواهند کرد. اولین و دومین نشست این سه کشور در ارومیه و نخجوان برگزار شد و وزرای خارجه این کشورها در مورد برگزاری جلسات کمیته‌های فرعی اقتصادی سه جانبه در زمینه تجارت، صنعت و سرمایه در ترکیه، در زمینه حمل و نقل در جمهوری آذربایجان، در زمینه انرژی، جهانگردی و فرهنگی در ایران به توافق رسیده بودند. هدف اصلی برگزاری این نشست ها توسعه همکاری ها در مسائل منطقی و جهانی و افزایش سطح مناسبات دو جانبه و منطقی میان سه کشور اعلام شده است. دوازدهمین روز اعتصاب ازای ده درویش گنوبادی محبوس در زندان اوین در حالی سپری می شود که وضعیت بیماری حمید رزا مرادی مصطفی دانشجو و افشین کرمپور وخیم گزارش شده است. دراویش زندانی پیشتر اعلام کرده بودند در صورت عملی نشدن وعده دادستانی مبنی بر بازگرداندن رضا انتصاری و فرشید ید اللهی دو درویش تبعید شده به زندان رجایی شهر و همچنین رسیدگی پزشکی به دراویش بیمار در مراکز تخصصی درمانی اتصاب غذای خود را از اتصاب تر به اتصاب خشک تبدیل خواهند کرد پیشتر تجمع خانواده های درویش در مقابل ساختمان دادگستری تهران که با همراهی خانواده های زندانیان سیاسی و مردم عادی همراه بود با برخورد نیروهای امنیتی و لباس شخصی ها و دستگیری و بازداشت تعدادی از معترضان همراه بود. اما یک روز پس از انتقاد دبیر کل سازمان ملل متحد از وضعیت حقوق بشر در ایران احمد شهید هم از افزایش ادامه در ایران انتقاد کرد. در واکنش به اظهارات بانکیمون صادق لاریجانی و علی اکبر ولایتی با انتقاد از دبیر کل سازمان ملل او را متهم به وابستگی به آمریکا کردند بانکیمون اخیرا با انتقاد از وضعیت حقوق بشر در ایران گفته بود دولت روحانی در خصوص ارتقای آزادی بیان اقدام قابل توجهی نکرده و رسانه های ایران همچنان با محدودیت ها و توقیف و تعطیلی مواجه هستند و افزایش ادام ها در ایران مایه نگرانی است. علی اکبر ولایتی مشاور رهبر جمهوری اسلامی در امور خارجی با انتقاد از اظهارات دبیر کل سازمان ملل متحد درباره وضعیت آزادی ها در ایران او را متهم کرد که به آمریکا وابسته است. آقای ولایتی در واکنش به سخنان بانکیمون گفته است که دبیر کل سازمان ملل متحد تا امروز شخصیت مستقلی از خود نشان نداده و کاملا در اختیار آمریکایی هاست و هر آنچه را که آمریکایی‌ها بخواهند از طریق تریبون سازمان ملل بیان کنند به او میگویند تا در رابطه با آن اظهار نظر کند به گفته او آقای بانکیمون در میان سایر دبیر کلهای سازمان ملل یکی از بدترین عملکردها را نسبت به موزلات جهان اسلام داشته و نتوانسته در جهت رفع این بحران هیچ کار موثری انجام دهد علی اکبر بلایتی افسوده که دبیر کل سازمان ملل به صورت گزینشی با قصد و غرض سیاسی اظهار نظر می کند. آقای ولایتی در نهایت تاکید کرد که بانکیمون ناتوان ترین دبیر کل در تاریخ سازمان ملل از سال 1945 تا کنون بوده است و او هیچ ویژگی ندارد جز اینکه عامل و ابزار دست آمریکایی ها باشد. بانکیمون روز سهشنبه خواستار آزادی میرحسین موسوی و مهدی کروبی کر رهبران جنبش سبز و دیگر زندانیان سیاسی و عقیدتی در ایران شد و با انتقاد از حسن روحانی گفت که او به تعهدات خود درباره افزایش آزادی ها در کشور عمل نکرده است در همین راستا صادق آمالی لاریجانی رئیس قوه قضایی ایران نیست، با انتقاد از سخنان بانکیمون اظهارات دبیر کل سازمان ملل متحد در خصوص عمل نکردن روحانی به وعده های حقوق بشری و افزایش اعدام ها در ایران را محکوم کرد. صادق لاریجانی در این خصوص گفت ادعاهای نهادهای بین المللی درباره حقوق بشر دروغی بزرگ بیش نیست و ما نگرانیم که بحث هستهی بحانهی و قدمی برای های آنان در دیگر امور داخلی کشورمان باشد. همچنین شب گذشته هم علی لاریجانی رئیس مجلس ایران با انتقاد از سخنان بانکیمون گفت در چند روز اخیر شاهد گزارش جدید دبیر کل سازمان ملل درباره ایران هستیم که در این گزارش تهمت های بسیاری به جمهوری اسلامی وارد شده است که این گزارش مانند گزارش موساد و سیا بود وی افسود به نظر میرسد با توجه به اینکه ایران در مسئله هسته‌ای نتیجه گرفته و در مذاکرات هسته‌ای پیشرفت داشته است غربی ها به دنبال درست کردن بهانه دیگری هستند از این رو نخست درباره سیستم موشکی صحبت کردند اما چون نتیجه در بر نداشت حال میخواهند با مسئله حقوق بشر ایران با حیثیت ایران بازی کنند از سوی دیگر پس از دبیر کل سازمان ملل متحد کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل هم در گزارش جدیدی از افزایش ادامها در ایران انتقاد کردند به گزارش خبرگزاری رویترز در این گزارش از جمله به اعدام فرزانه مرادی اشاره شده است فرزانه مرادی در سن 15 سالگی با یکی از بستگان دور پدرش ازدواج کرده بود و از سال 1386 به جرم قتل شوهرش در زندان اصفهان به سر می‌برد وی در 13 اسفند به جرم قتل اعدام شد احمد شهید گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران گفته است که فرزانه مرادی در حالی ادام شده است که او اقرار اش به قتل را پس گرفته بود. احمد شهید خواستار توقف فوری مجازات اعدام در ایران شده است. بانکیمون و سازمان ملل متحد بارها نقض آزادی ها در ایران را محکوم کردند و خواستار باز شدن فضای سیاسی در کشور شدند. در این راستا سازمان ملل متحد احمد شهید را به عنوان گزارشگر ویژنیز تعیین کرده است که وضعیت حقوق بشر در ایران را رصد می کند. مسئله که با انتقاد شدید جمهوری اسلامی همراه بوده است علیرغم رغم درخواست مکرر احمد شهید به ایران مقامات جمهوری اسلامی تا کنون به وی اجازه سفر ندادند آقای شهید تا کنون چندین گزارش از وضعیت نقض حقوق بشر در ایران تهیه و در اختیار سازمان ملل قرار داده است موضوعی که حملات شدید مقامات ارشد ایران به شخص احمد شهید را در پی داشته است وبسایت دولتی چین سه تصویر محوری منتشر کرده است که در آنها یک شیء استفیدی دیده می شود که بر روی آبهای دریای جنوب چین شناور است این تصاویر روز یکشنبه یعنی تنها یک روز بعد از ناپدید شدن بوینگ 777 خطوط هوایی مالزی تهیه شده است اما وبسایت وزارت علوم چین امروز آنها را رو روی وبسایت خود قرار داده است همچنین گزارش شده است که کارگر یک سکوی نفتی در ویتنام گفته است او چیزی را در آسمان در حال آتش گرفتن دیده است مالزی نیز آخرین گفتگوی رادیوی میان خلبان و تیم کنترل پرواز را منتشر کرده که تنها چند دقیقه پیش از ناپدید شدن هواپیما انجام گرفته بود و در آن خلبان میگوید همه چیز مرتب است هواپیمای مالزیایی پنج روز پیش و ساعتی پس از پرواز از این کشور به مقصد چین از صفحه رادار محو شد از آن زمان تا کنون جستجوها برای یافتن این هواپیما نتیجه ای نداشته است تظاهرات دانشجویان در کاراکاس با پرتاب گاز اشکاور از سوی گارد ملی به درگیری منجر شد که در اثر آن چند نفر مجروح و عده‌ای نیز دستگیر شدند این تظاهرات در آغاز به طور آمیز و در میان تدابیر شدید امنیتی انجام گرفت اما در ادامه به درگیری منجر شد اعتراضات به دولت ونزوئلا چندین هفته است که همراه با تظاهرات پراکنده ادامه دارد و طی آن دهها تن کشته و مجروح شدند دیوید کامرون نخست وزیر بریتانیا در سخنانی در پارلمان اسرائیل از حق این کشور برای امنیت دفاع کرد. به گزارش خبرگزاری رویترز آقای کامرون گفته است بریتانیا در مقابل ایران هسته‌ای و افراطیون اسلامی در کنار اسرائیل ایستاده است. به افزود بریتانیا حکومت ایران را حکومتی استبدادی میداند که میکوشد تندروان فلسطینی را مسلح کند. و با حل مسئله هسته ای باز هم مشکل ایران باقی می ماند. نخست وزیر بریتانیا همچنین گفته است کشورش با چشمان بسته به مذاکرات هسته ای با ایران وارد نشده است. آقای کامران در بخش دیگری از سخنرانی خود هم با حمایت از مذاکرات صلح فلسطینی ها با اسرائیل از شهرک سازی ها انتقاد کرد. نخست وزیر بریتانیا امروز پنجشنبه در کرانه غربی با محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی دیدار و گفتگو می کند. کشورهای آمریکا، کانادا، ژاپن، آلمان، بریتانیا، فرانسه، ایتالیا موسوم به گروه جی 7 همراه با رهبران کشورهای عضو اتحادیه اروپا اعلام کردند که همه پرسی پیوستن شبه جزیره کریمه به روسیه غیرقانونی است و این کشورها نتایج آن را به رسمیت نخواهند شناخت. جمهوری خودمختار کریمه قصد دارد روز یکشنبه رفراندومی برای جدایی از اوکراین و پیوستن به روسیه برگزار کند. موضوعی که با حمایت روسیه با مخالفت غرب روبرو شده است. در حالی که کریمه در نظر دارد به زودی برای الحاق به روسیه همه پرسی برگزار کند، قدرت های جهانی عضو جی هفت به روسیه در خصوص این همه پرسی هشدار دادند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، کشورهای صنعتی آمریکا، کانادا، ژاپن، آلمان، بریتانیا، فرانسه و ایتالیا در بیانیه مشترک از روسیه خواستند از نقض قانون اساسی اوکراین و قوانین بین المللی دست کشیده و به تلاشهایش برای تغییر وضعیت کریمه پایان دهد. در این بیانیه آمده است انضمام کریمه به روسیه برای نظم قانونی که از وحدت و تمامیت ارضی کشورها حفاظت می کند تبعات سنگینی به بار خواهد آورد. در رویدادی دیگر ناظران نظامی سازمان امنیت و همکاری اروپا گفتند نیروهای ارتش روسیه در مسدود کردن راه های ورود به شبه جزیره کریمه دست دارند هفته گذشته از ورود هیئت چل نفره ناظران سازمان امنیت و همکاری اروپا به شبه جزیره کریمه جلوگیری شد به گزارش خبرگزاری آلمان این ناظران در گزارش خود نوشتند با وجود اینکه از ورود آنان به کریمه جلوگیری شد اما قرائن بسیاری از جمله اونیفرم ها نوع جنگ افزار ها و شماره خودروها حاکی ها از حضور نیروهای روس در مناطق مسدود شده بود در تحول دیگر آرسنی یاتسنیوک نخست وزیر موقت اوکراین که برای گفتگو با باراک اوباما به کاخ سفید رفته بود با وی دیدار کرد نخست وزیر اوکراین برای درخواست کمک از رئیس جمهوری آمریکا در مقابل تهدیدهای روسیه به واشنگتن رفته است جی کارنی سخنگوی کاخ سفید گفت این دیدار نشان دهنده حمایت قاطعانه آمریکا از مردم اوکراین تمامیت ارزی و حاکمیت این کشور است در رویدادی دیگر جان کری وزیر خارجه آمریکا نیز قرار است روز جمعه با سرگی لاوروف همتای روس خود در لندن دیدار کند بر اساس گزارش ها قرار است در این دیدار درباره تنش های ایجاد شده در اوکراین گفتگو شود آمریکا پیش از این اعلام کرده بود پاسخ روسیه به پیشنهادات آمریکا برای پایان بحران اوکراین فضایی را ایجاد نکرده که بتوان بر اساس آن به راهکارهای دیپلماتیک دست یافت. در خبر دیگر هم وزیر خارجه روسیه و دبیر کل شورای اروپا در گفتگوی تلفنی خود بحران اوکراین و راه حل و فست های آن را مورد بحث و بررسی قرار دادند. به گزارش ریانوفسکی، وزیر خارجه روسیه با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد که طرف این درباره امکان بکارگیری مکانیسم های شورای اروپا و سهم احتمالی این سازمان در حل و فصل بحران و اوکراین تبادل نظر کردند. در این بیانیه همچنین خاطر نشان شده است که این مکالمه تلفنی به درخواست شورای اروپا صورت گرفته است. در همین راستا هنری کیسینجر نیز در روزنامه واشنگتن پست پیشنهاد کرده است که اوکراین راه سیاسی و اقتصادی آینده خودش را انتخاب کند. از پیوستن به ناتو بپرهیزد به لحاظ بین المللی موضعی بیطرفانه اتخاذ کند و خودمختاری بیشتری را برای کریمه بپذیرد در مقابل روسیه نیز از الحاق کریمه به خاک خود بپرهیزد بسیاری از ناظران غربی پیشنهادهای کیسینجر را مناسبترین راه برای حل بحران کریمه و جلوگیری از یک برخورد نظامی احتمالی میان غرب و روسیه میدانند اما با توجه به تحولات تازه کریمه به نظر میرسد که برای اجرای این پیشنهاد تا بسیار دیر شده است. نمایندگان محلی کریمه 20 اسفند ماه به جدایی این شبه جزیره از اوکراین رأی مثبت دادند. در همین راستا روز یکشنبه 25 اسفند ماه قرار است گزینه پیوستن کریمه به روسیه به رفراندوم گذاشته شود. اقدامات غرب برای جلوگیری از برگزاری همه پرسی در کریمه ظاهرا تاکنون تأثیری بر تصمیمات روسیه و دولت محلی کریمه نداشته است. همکنون رهبری کریم خود را آماده می کند تا بعد از جدا شدن کریم از اوکراین شرکت های دولتی این ایالت خودمختار را که به کیف تعلق دارند ملی کند. فرماندار سابق آستارا تمامی وسایل منزل سازمانی که برای زندگی در دوران مسئولیتش به وی تحویل داده شده بود را با خود برده است. سایت روز نو نوشت فرماندار سابق همچنین خودروی مگانی که از دارایی های فرمانداری آستارا محسوب میشد را نیز با خود برده بود که با پیگیری های پلیس این خودرو به فرمانداری عادت داده شد پیشتر اتفاقی مشابه درباره فرماندار رودبار گیلان نیز اتفاق افتاد و وی نیز بخشی از وسایل منزل سازمانی را با خود برده بود محمد نظمی اردکانی رئیس سازمان ثبت احوال ایران گفته است در سی سال آینده فوت و ولادت در کشور با هم برابر و نرخ رشد جمعیت صفر می شود. به با اشاره به اینکه جمعیت فعلی ایران 77 میلیون و 300 هزار نفر است گفته نرخ باربری در ایران یک ممیز هفته همه درصد است. ایران از ده ها سال قبل سیاست های کنترل جمعیتی را به اجرا گذاشت اما چند سال پیش رهبر جمهوری اسلامی این سیاست را اشتباه توصیف کرد و خانه افزایش جمعیت کشور شد. با این حال آمارهای رسمی نشان می دهد که خانواده های ایرانی به تکفرزندی فرزن، تک تمایل بیشتری دارند. اما آیت الله جوادی آمولی می چهارشنبه سوری حرکتی برخلاف عقل و شر و یک سنت پوچ است. در سالهای اخیر تعدادی از روحانیون تندرو در جمهوری اسلامی به صورت مدام از نیروی انتظامی قوه قضائیه و مجلس خواستند تا برگزاری جشن چهارشنبه سوری را در کشور ریشکن کنند دی ماه سال گذشته نیز موحدی کرمانی امام جمعه موقت تهران مراسم چهارشنبه سوری را خرافه خواند و از نمایندگان مجلس خواست برای ریشکن کردن این معضل اقدام کند نیروی انتظامی نیز به عناوین مختلف با مراسم چهارشنبه سولی هر سال برخورد و اقدام به بازداشت شهروندان می کند. با این حال اما مردم هر ساله با برپایی آتش و شادمانی چهارشنبه سوری را جشن گرفته و به استقبال نوروز می روند. با این خبر به پایان این مجموعه خبری می رسیم. ممنونم که با ایران فردا همراه هستید. از طرف خودم و گروه خبر شب و روز خوبی را برایتان آرزو می کنم. خدا نگهدار.